تداویی که ما خصوصا برای دکتر صاحبایی که در بخش احتیاط یا کسایی که میخوان ترک احتیاط بکنن تداوی میشن، باید امرایشون یک دکتر مالج باشن که دکتر مالج فالو اپ کرده داره که خدا نخواسته اتو نشه که یک بار فرد ما تداوی کردیم بعد از اینکه بهبود یافت، بعد از بهبود یافتن دوباره برای دواهایی که دکتر صاحبا برشان نوشه کرده یا دواهایی را که استفاده کرده باز بعدن احتیاط برای زود دواها پیدا میکنن. دیگه اگر از مخدر استفاده نمیکنه دوباره رجوع میکنه برای دواهایی که دکتر برشان داده. باید از که خود فرد وقتی که از احتیاط برآمد زیر تعقیب دکتر مالج خود باشه و میشه امروی دکتر مالج خود مشوره داشته باشه، مبادا به شکل چیز بکنن عمل کرد داشته باشن که دوا را دوباره خودشان خودسرانه بگیرن و بر از او دوا باز احتیاط پیدا کنن که این شکل افراد هم ما به شکل افراد حساب میکنیم که احتیاط دارن یا معتاد هستن. بحث دیگه ای که ما در پولی ازی یا چالش را که داریم است وقتی که ما برای خود افرادی که احتیاط دارن تداویشان میکنیم، دوباره پس به طرف ازی میرن که دواهایی که دکتر صاحب برشان نوشه کرده اونا را استفاده میکنن و خود ازی هم یک جنجال یک مشکل کلان را ایجاد میکنه برای خود هم فرد و هم دکتر، چون سیستم سینس ما را یا سنترال نرو سیستم خود وجود انسان ها که غده هایپوتالاموس یا دیگر هایپوفیز اینا را تنبیه می سازه که عمل کردشان در مقابل دواهایی که استفاده میکنن روز به روز کاهش پیدا کنه، دیگر دویدشان سیروتونین، دوپامین و دیگر انزایما و دیگر افرازات نرمالی که دارن اونا را سپرس کنه و برای دکتر صاحبای ما مشکل میشه که بعدا افرادی که احتیاط دارن که تداوی کردیم در بار دوم یا بار سوم ما اونا رو بگیریم دوباره هم دواهایی که برشان داده میشه را به اون شکل که به عمل کرد اولی را میداشته باشه بار دوم و سوم نمیداشته باشه و اینا خود به خود به طرف ازی میرن که به دواها احتیاط پیدا بکنن.